با سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، محسن مدنی هستم، گرافیست و مدرس نرم افزارهای طراحی و گرافیک. در خدمتتون هستم با بخش 16 از آموزش نرم افزار کورل درا. ما در جلسات گذشته اگه بخوام یک ریویوی سریع بکنم بابت هم یادآوری، همین که مطالب گذشته رو وصل بکنیم به مطالب جدید الان و با احتمال اینکه خب دوستانی تازه با ما همراه شدن، باید عرض بکنم اومدیم با ابزارهای بیسی که ترسیم توی نرم افزار آشنا شدیم، مثل مستطیل، دایره و بیزی یا چند ضلعی. با ابزار شیپ تول آشنا شدیم، گره‌هاشو، خط‌های بین دو تا گره یا نودها رو شکل و دفرمه کردیم، ابزار تایپ رو یاد گرفتیم، تمریناتی رو انجام دادیم مثل کاتالوگ، بروشور، طراحی لوگو و غیره. امروز در ادامه بحث جلسه پیش که اومدیم ابزارهای اندازه‌گذاری رو در قالب یک تمرین عملی که یک جعبه ساده رو ساختم بهتون آموزش دادم، میخواییم بیاییم ابزارهای کانکتور رو باش آشنا بشیم. این ابزارهای کانکتور چی هستن؟ چه کار میکنن؟ ببینید، گاهی اوقات شما نیاز دارید مثلا تو طراحی، مثلا طراحی یک اینفوگرافی که مثلا یک شکلی رو به یک شکل دیگه وصل بکنید و بگید که آقا توی این مسیر مثلا قراره مثلا یه نفر وام بگیره، بعد این مراحل رو بگذرنه، یا بعد اول بره اتاق فلانی بعد اتاق فلانی. اینفوگرافی ها طیف‌های بزرگ و زیادی دارن. حالا من دارم فقط به عنوان یک مثال و نمونه براتون یه چیزی رو انجام میدم و عرض میکنم بخاطر اینکه بتونم ابزارهای کانکتور رو نشونتون بدم. ببینید، ما میایم از شکل‌های بیسی که طراحی و رسم استفاده می‌کنیم. مثلا من الان از یک دایره استفاده می‌کنم. این دایره قراره که مثلا یک فرایندی رو برای من طی بکنه تا برسه مثلا به یک دایره دیگه‌ای که حالا مثلا یکی دیگه از این کاراکترها قراره توش باشه. مثلا قراره فرض بکنید یک چارت اداری رو من طراحی بکنم. من یک سری کاراکترهایی رو از قبل ساختم اینجا گذاشتم که دیگه زمانمون یه مقداری توش صرفه‌جویی بشه، چون چند تا نکته ریز دیگه میخوام بهتون یاد بدم. من در مورد نحوه رسم این کاراکترها قبلا تو جلسات گذشته باهاتون حرف زدم، دیگه امروز زمانتون رو نمیگیرم بابت این. خب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا کاراکتر من دارم، پس من میام 1 و 2 و 3 و مثلا 4 و 5 تا کاراکتر دارم که قراره که با همدیگه یک توالی رو انجام بدن. خب اینا رو با همدیگه تمراستا میکنم، مثلا میگم اینا وسط در وسط هم باشن، اینا وسط در وسط هم باشن، این دوتا همینطور، این دوتا همینطور، مثلا اینم قراره که وسط در وسط همه اینا باشه. برای اینکه بتونم دقیق این کار رو انجام بدم، این 4 تا رو با هم گروپ میکنم و این رو با این گروپ سنتر تو سنتر قرارش بدم. اینا رو دیگه گروپ خارج. خب آقا مثلا ما قراره بگیم که از یه فرایندی رو، مثلا یه فرایند اداری رو میخواییم در نظر بگیریم که مثلا فرض بکنم این آقا مدیر یه مجموعه ایه، میخواییم مثلا نماد یک مدیر رو بهش نشون بدیم. من جلسه گذشته یک درسی رو در مورد نحوه گذاشتن یک آبجکت تو یک قاب یا یک فریم بهتون نشون دادم، از دستور پاور کلیپ استفاده میکنم. میتونم با دابل کلیک کردن یا زدن گزینه ادیت دوباره ویرایش بکنم پوزیشن ها و موقعیت هایی رو که قرار اون قرار بگیره. فینیش، تمام. دقیقا میام همه این کاراکتر هام رو با همین روش توی این
دایره هایی که رسم کردم می نشونم. حالا چون اینا دوتاشون پیرانشون زرده یه مقداری متفاوت تر کار. اینا رو من یه کوچولو بزرگترشون بکنم. بیان رو قرار بگیرم. خب اینو میبرم پاور کلیپ داخل این. آقا همینجا بیا اولین نکته رو با هم دیگه کار بکنم. من هر بار که میخوام از پاور کلیپ استفاده بکنم هی مجبورم برم توی منوی آبجکت پاور کلیپ پلیسینگ سایت فریم رو بزنم. آیا راه آسونتری نیست؟ آیا من نمیتونم برای دستوراتی که درون کورل وجود داره و میخوام باشون کار بکنم آیا امکان این رو ندارم که بیام مثلا یه کلید فوری بسازم اونجوری که دلم میخواد باشون تعامل داشته باشم؟ اینجا من میام شما رو با آپشن های کورل آروم آروم آشناتون میکنم. تشریف برید تو این چرخ دندهه. میرم داخل آپشن، میرم داخل کاستومایزیشن، میرم داخل کامند، بعد از اینکه رفتم توی کامند میرم توی اون منویی که اون دستور وجود داره. خب من از توی آبجکت میخواهم برسم به دستور پاور کلیپ. خب اینا هاش. Place inside frame رو انتخاب میکنم. توی تب سمت راست shortcut key رو انتخاب میکنم. اگر این دستور shortcutی داشته باشه اینجا می نویسه که آقا این دستور الان این shortcut رو داره و شما مثلا نیازی نیست به shortcut بدید. ولی اگه نداشته باشه خالیه. shortcut مورد نظرت رو اینجا وارد میکنی. مثلا shift و p. اگر این شیفت و پی دکمه یا کلید فوری یک دستوری باشد بیا یه امتحانی بکنیم. مثلا میزنم کنترل سی. ببینید اینجا مینویسه میگه آقا جان این کلیدی که الان شما تعریف کردی کنترل سی دستور کپی رو بهش وصل کردی در صورتی که آزاد نیست. یعنی به این معنی که آقا این کلید فوری که تو الان اینجا میخوایی نصب بکنی مال دستور کپی. پس اینجاست که من میام دیگه یه مثلا کنترل پی نگاه کن میگه این مال پرینته. پس من میام اینجا یه چیزی رو انتخاب میکنم مثلا کنترل یک رو بزنیم. میبینی مربوط به هیچ دستوری نیست و من میتونم مثلا کنترل یک رو به عنوان کلید فوری پلیس اینساید فریم نصبش کنم. حتما بعدش دکمه اساین رو میزنی میبینی و اوکی میکنید و میایید بیرون. خب حالا میخوام این خانومه رو داخل این فریم میگم کنترل یک. دیگه نیازی نیست هی تشریف ببرید توی اون دستور و از اونجا از منوی ایمیج دیگه واسهش یه دونه کلید فوریه اختصاصی ساختید. دوستان من همه دستورات کورل رو به همین ترتیب میتونید براش یک کلید فوری اختصاصی درست بکنید و سرعت کارتون رو چندین برابر بالا ببرید. میبینید من برای اینکه بتونم این رو پلیس اینسایتی که کردم رو دوباره ویرایش بکنم هی نمیام اینجا ادیت رو بزنم. دیگه روش دابل کلیک میکنم. نمیام ادیت رو بزنم. ادیت رو که دقیقا دابل کلیکی که میکنی داری همون حالت باز شدن برای ادیت رو بهش دستور میدی. اوکی. حالا دیگه ویرایش های دیگه ای که لازمه مثلا میخوام خط دورشون مثلا ضخامتش بیشتر بشه. اصلا میخوام خط دورش مثلا نقطه چین بشه. هر بلایی که میخواید سرش بیارید بیارید و این
اتفاقی که خیلی خوشگل میتونه براتون اینجا به راحتی رقم بخوره. خب حالا من میخوام بگم مثلا برای یک پروسه ای، حالا یک پروسه اداری، مثلا مدیر به این خانم دستور میده، این منشیشه، بعد این مثلا به این آقا میگه، بعد ایشون به ایشون میگه، بعد ایشون به اوشون میگه، بعد دوباره این برمیگرده گزارش کارش مثلا به مدیر میده. یه لوپی رو میخوام طراحی بکنم، حالا به صورت ساده دقت بفهمید. میام از ابزارهای کانکتور استفاده میکنم. وقتی که شما کانکتور رو انتخاب میکنید، یه نگاه به نوار مشخصاتش بندازید، ببینید یا به صورت منحنی یا راوندد یا به صورت شکسته یا به صورت خط صاف میتونید این دوتا آبجکت رو به هم کانکت کنید. نکته دیگه اینه که به محض اینکه کانکتور رو انتخاب میکنید، چهار طرف این آبجکت های دایره شکل شما چهار تا در حقیقت اهرم قرمز رنگ روشن میشه که در حقیقت داره به شما اجازه میده که اینا رو به هم دیگه به کمک اون نقاط به همین ترتیب وصل بکنید. حالا میخوام بگم این دوباره برمیگرده مثلا به این آقا. حالا نکته بامزه اینجا وجود داره. شما میتونید به نقطه شروع و پایان این کانکتورها بیایید یک حالا حالتی مثل فلش مانند رو تعریف بکنید. حالا ممکنه این دوتا به خاطر اینکه این از اینجا شروع میشه و خب جهت فلش این بره، اگه من بخوام این یکی رو هم بهش این فلش رو بدم، ممکنه که آدمو گیج بکنه، خب این اصلا چرا این مدلیه. میتونید اینها رو یه مقداری هم حالا دیگه سفارشیش هم بکنید دیگه. به چه طریق میتونم مثلا الان این خط و این خط رو که اینجا تو یه گره به هم چسبیده از هم جدا بکنم؟ شما میتونید با ابزار شیپ تول به راحتی اینا رو دیگه یه مقداری پوزیشناش رو هم تغییر بدید و اوکیه، مشکلی براتون پیش نمیاد. ببینید، بیاین همه اینا رو تبدیل به یک ارو بکنیم، قراره که یه اتفاق قشنگتر هم حالا اینجا بیفته. دوستان اگر خاطرتون باشه، ما اومدیم ابزار تایپ رو بهتون درس دادیم. توی ابزار تایپ یه دو تا نکته قشنگ موجوده که میخوام الان خدمتون عرض بکنم، چون اینجا جاشه که عرض بکنم. گاهی اوقات من یک آبجکتی رو دارم، حالا مثلا پیش اومده شما یک دایره، یک مستطیل یا یک خط آزاد رو داری. شما اگر بیای این آبجکتت رو بسته در نظر بگیری و ابزار تایپ رو از داخل به محیطش نزدیک بکنی، میبینی یک حالت مربع نقطه چین زیر مکان نماتون ظاهر میشه. اگر کلیک بکنید، اتفاقی که میفته اینه که داخل اون آبجکت شما تبدیل شد به یک کادر متنی و داره برای شما یک متن پاراگراف رو به شکل و قالب اون، حالا دایره، چنزلی یا هر شکل دیگه‌ای که ایجاد کردین، میسازه و مینویسه. مدل دیگه‌ای هم میتونید باهاش کار بکنید. بیا دوباره ما یه دایره با هم رسم بکنیم. این بار ابزار تکست تول رو از خارج به محیطش نزدیک میکنم. میبینید؟ این بار به جای یک نقطه چین، یه مستطیل نقطه چین زیر مکانمای خط منحنی شکل من. به این معنی که الان شما داری یک متن هنری رو روی محیط در حقیقت آبجکتت رسم میکنی و این اتفاق میتونه خیلی کمکتون بکنه. توی نوار مشخصاتش هم خب اندازه فاصله خط یا فونت تا آبجکت، زاویه قرار گرفتنش رو میتونی مدیریت بکنی، میتونی میرورش بکنی یا بگی آقا مثلا چپ و راست بشه، پایین و بالا بشه، الاینه، فقط اون فونت مورد نظر رو داشته باشی و نوع فونت، سایز و اینه که دیگه قبلا هم بهتون در موردش حرف زد.
حالا با توجه به این چیزی که من عرض کردم خدمتون، حالا فرض بفرمایید من روی این خط میخوام بنویسم آقا مثلا M1. ببینید این خطی که من نوشتم، این تایپی که من نوشتم روی این خط فیکس نشد. ببینید به این معنی نیستش که شما هر مدل خط و منحنی رو که رسم میکنی این قابلیت رو داشته باشی که بیای چیکار بکنی، مثلا یک فونت رو روش مش بکنی و بهش بنشونی. تنها راهی که شما اینجا دارید میدونید چیه؟ تنها راهتون اینه که تایپتون رو انجام بدید و به صورت دستی سایز و فونت، حالا زاویه، هر چیزی که میخوای تنظیم بکنی و ازش استفاده بکنی و بذاری سر جای مورد نظرش. پس ما اینجا دو تا نکته، تا اینجا نکته خوب یاد گرفتیم، یکی نحوه ساختن کلید فوری ها، یکی در مورد ابزار تایپ یاد گرفتیم که آقا میتونیم چجوری توی یک موضوع یا روی یک خط یا مسیر یا پس رو باهاش تایپ بکنیم و بنویسیم. ولی مخصوصا توی این تمرین انجام دادم که این، فکر نکنید روی هر خطی حالا شما میتونید این کار رو بکنید، ممکنه که اذیتتون بکنه. به خاطر همین اینجا گفتم که اگر خواستید همچین حرکتی رو بکنید گیج نشید. خب حالا دیگه شمایید و اتفاقای خوبی که میتونه بیفته توی مدیریت در حقیقت این رسمی که شما کردید به عنوان یک حالا طراحی اینفوگرافی. ببینید این که حالا شما مثلا بخواید در نظر بگیرید که آقا من از یک آبجکت فقط به یک آبجکت دیگه میتونم این کانکتورها رو وصل بکنم، اشتباهه. اگه دقت بکنید ما هر چهار طرف این دایره هامون کانکتور داریم، میتونیم دوباره از این به این هم مثلا یک کانکتی رو داشته باشیم. نکته دیگه ای که مخصوصا این رو شون راز کردم برای این بود، شما میتونید این کانکتور رو بگید اقا دایره‌ای باشه، اینجاش یک گرد باشه و میزان اون گردی رو شمایی که تعریف میکنی. اوکی؟ یا اینکه میتونی بیای اصلا از اول خودت اینو به صورت صاف رسمش بکنی و هیچ اهرم گردی رو اینجا نداشته باشی. اگرم نخواستیش که انتخابش میکنی و دیلیتش میکنی بره. خب پس من تو این کانکتورها میتونم زاویه یا درجه این گردی رو واسه خودم مدیریت بکنم هر چقدر که دلم بخواد. مثلا بیام به اینم بگم اینطور، به اینم بگم اینطور. من امیدوارم که حالا این مثال هایی که دارم انجام میدم مثلا براتون توی این حالا آموزشی که هست یه جرقه ای رو براتون انجام بده که پس من میتونم مثلا یه همچین کارهایی رو هم با این دستورات انجام بدم. بیشتر هدف اینه، وگرنه چیز خاصی رو تعریف نکردم که براتون بسازم. خب دوستان عزیز، حالا شمایید که دیگه میتوانید مدیریت بکنید که آقا جان این کانکتورها صاف باشه. مثلا شما میتونید به کمک این کانکتور یه خط صاف رو رسم بکنی بدون اینکه منحنی یا شکسته بشه، منحنی باشه یا کورنر باشه. در حقیقت بحث دیگه ای ندارن این کانکتورها و به قول معروف بحثش تمام از نظر من. نکته خاص و پیچیده ای توی نوار مشخصاتش نیست. خب ما توی این تمرین و این آموزه چی فهمیدیم؟
من اومدم کانکتورها رو بهتون یاد دادم، ساختن یک کلید فوری رو بهتون یاد دادم. باز تکرار میکنم، از آپشن، کاستومایزیشن، کامندز، دستور مورد نظر رو اینجا انتخاب، شورتکی مورد نظرتون رو وارد و اساین میکنید. اگر دستور شما شورتکی داشته باشه اینجا می نویسه، اگر شورتکی که انتخاب میکنید مربوط به یک دستوری باشه اینجا می نویسه که این شورتکات شما مربوط به این دستور مثلا X یا Y. و عرضم به حضور شما، بعد از اساین اوکی میکنید و کلید فوریتون نصب میشه، ساخته میشه همون جوری که اینجا مشاهده میفرمایید. دیگه کنترل یک رو خودش جلوی دستور پلیس اینسایت فریم من نوشت. نکته دیگه ای که اینجا یاد گرفتیم به جز خود کانکتورها و ساختن کلید فوری، در واقع نحوه نوشتن در داخل یک آبجکت یا روی یک خط محیطی بود که با ابزار تایپ اون رو هم خدمت شما دوستان گرامی عرض کردم. امیدوارم که از جلسه امروز من لذت برده باشید. لطفاً تمرین داشته باشید. جلسه آینده یه بحث مهمی رو در مورد رنگ‌آمیزی ها و مدیریت رنگ در محیط کورل میخوام بهتون آموزش بدم و بعد از اون دوباره یک تمرین عملی، حالا مثلا یک بروشور یا یک کاتالوگ دیگه رو با همدیگه دست میگیریم و دوباره توی اون یه سری نکته های ریز تکنیکال خدمتون عرض میکنم. به خدای بزرگ میسپارمتون. سلامت و موفق. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم. جم آکادمی تقدیم می کند کمپینی جدید برای بهتر دیده شدن. اگر توانایی تولید برنامه‌های آموزشی را دارید، همچنین در این زمینه سابقه دارید و نیاز به دیده شدن برنامه‌ها از یک شبکه تلویزیونی دارید، با ما از طریق شماره‌های زیر در ارتباط باشید.